سلام به شما بینندگان عزیز تلویزیون تصویر ایران. انشاءالله در هر کجای دنیا که هستید در سلامتی و شادی به سر میبرید و با تشکر از توجه شما به این برنامه، همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردم، برنامه نیم ساعته من یک برنامه آموزشی هستش در رابطه با مسائلی که مربوط میشه به رفتارها، کردارهای و افکار انسان و مسائل روزمره‌ای که در به پایه‌ای و اساسی هستش در رابطه با رفتارها و کردارهای انسانی. و من معتقد هستم که یادگیری این مناسبات، یادگیری این مفهوم ناراحتی‌های روحی، روانی، ناراحتی‌های احساسی، بیماری‌های روحی و روانی، اگر که ما بتونیم از طریق آموزشی اینها رو یه سری اطلاعات ازشون کسب بکنیم، خیلی در نهایت کمک خواهد کرد. چون بسیاری از افراد متاسفانه در طول زندگیشون ممکنه هرگز به این معتقد نباشن که بخوام به روانشناس و یا روانکاو برن، و خیلی متاسفانه این مسئله فرهنگی هست. ولی اکثر آدم‌ها در هر فرهنگی که هستن از یادگیری با یادگیری مبارزه ای نمی کنن. بنابراین یکی از اولین قدم ها در رابطه با به وجود آوردن آگاهی و مسئولیت میتونه این باشه که ما در مورد خیلی از مطالب یادگیری داشته باشیم، و بعد شاید این یادگیری ها باعث بشه که ما بتونیم پی ببریم به این که شاید یه مسئله ای رو من در خانواده باهاش مواجه هستم یا با خودم باهاش مواجه هستم و بتونم براش کمک بگیرم. بنابراین هدف این برنامه یک برنامه آموزشی هست و اینکه در نهایت بتونه، امیدوارم که بتونه یک کمکی بکنه به افرادی که به برنامه توجه میکنن. برنامه امروز رو من گفتم اختصاص بدم به این که یه مقدار صحبت کنیم به این که اصلا اصولاً معنای سلامتی روحی، سلامتی روانی و اختلافش با معنای بیماری‌های روانی و اختلالات روحی و روانی و ناسالم بودن و پریشانی افکار چی هستش. متاسفانه در بسیاری از فرهنگ ها، به خصوص در فرهنگ ما ایرانی ها، ناراحتی های روحی، بیماری های روحی و روانی باهاش یک نوع ننگی وصل هستش که به زبان انگلیسی میگن استیگما. و این مسئله در جامعه امریکایی هم وجود داره. بسیاری از جوامعی که یا سازمان هایی که در رابطه با ناراحتی های روحی روانی کار میکنن، یکی از مشتقات کارهای سازمانیشون مبارزه علیه این ننگ و یا مبارزه علیه این استیگما هستش و تابو، و فکر میکنم به فارسی به تابو هم میگن تابو. تابوهای فرهنگی هستش که اگر کسی ناراحتی های روحی و مشکلات روحی روانی داره یا بیماری روحی و روانی داره، بیشتر در خفا میمونه، در پنهان میمونه، راجبش صحبت نمیشه. ولی خیلی جالبه که نقطه مقابلش اینه که اگر خدای نکرده در یک خانواده ای کسی بیماری پزشکی داشت، البته خب بیماری روحی روانی هم پزشکیه، بیماری جسمی، ناراحتی های جسمی داشته باشه، مثلا فرض کنی ناراحتی مرض قند، یا خدای نکرده سرطان، نه کسی پنهانش میکنه، نه کسی ازش ننگ داره، بلکه اعلام هم میکنن، دنبال معالجه هم میرن، و بعد اطرافیان و فامیل هم خیلی توجه میکنن و خیلی میخوان کمک کنن. ولی خدا اون روز رو نیاره که یه نفر یک بیماری روحی روانی در خانواده داشته باشه و متاسفانه یک شیم و یک شرمی بهش وصله و کسی نمیخواد راجبش صحبت کنه، و همون باعث میشه که کم هم راجبش کمک بگیرن. ممکنه یکی از دلایلی که این مسئله وجود داره این باشه که
از صدها سال پیش به این ور وقتی که مسئله علم و پزشکی مطرح می شد، وقتی که یک مسئله جسمی مطرح می شد مثل ناراحتی قلبی، مثل ناراحتی های بیماری های جسمی، دزیز ها و بیماری های واگیردار، پزشکان و دانشمندان می اومدن کالبد شکافی می کردن، بدن انسان رو می دیدن و بیشتر توجه می کردن به جسم انسان و شروع می کردن پیشرفت های پزشکی به وجود آوردن، در پیشرفت های علمی و پزشکی به وجود آوردن و بعد جایزه می گرفتن و همینجور علم پیشرفت کرد و مسئله پزشکی بیشتر حالت های جنبه های جسمی پیدا کرد. و در طی همین سالها سال پیش وقتی که به بیماری های روحی و روانی تاریخش رو نگاه میکنیم، متاسفانه بسیار تاریخ سیاه و بسیار تاریخ دردناک و شرم‌آوری داره. چرا؟ چون که این افرادی رو که بیماری های روحی و روانی داشتن رو بهشون این برچسب ها رو می دادن که جن و پری گرفتتشون و یا شیطون تو جسمشون رفته و یا جادوگر هستن. اینا رو شکنجه می دادن، تو زندان ها می انداختن، تو زیرزمین ها می انداختن، می سوزوندن و بسیار این تاریخ دردناکی هستش. و متاسفانه تا همین شاید حتی 200 سال پیش و 100 سال پیش هم طوری که با این افراد مواجه می شدن بسیار غیر انسانی بوده. شاید یکی از دلایلی که هنوز یه مقدار شرم و ننگ بهش وصل هست و هنوز یه مقدار آدم ها خجالت می کشن که بگن یکی از افراد خانواده من بیماری روحی روانی داره یا خود من یه بیماری روحی روانی دارم، شاید اون باشه. ولی اونچه که مسلمه تاریخ همیشه وجود داره و تاریخ نمیتونه مبنای این باشه که در حال حاضر و الان رو اکنون رو چطوری میتونیم باش مقابله کنیم. و اونچه که مسلمه اینه که همه ما افراد، حداقل مطمئنم افرادی که در متخصصینی که در این رشته کار میکنن و بسیاری از افرادی که آگاهی پیدا کردن و مسئولیت پیدا کردن، مقابله دارن میکنن با این مسئله ای که این مسئله ننگ و شرمی که وصل به بیماری های روحی و روانی. من خودم بسیار در رابطه با این مسئله تا اونجایی که بتونم فعالیت میکنم و امیدوارم که بتونم این پیغام رو برسونم. و حتی اگه دو سه نفر هم عوض بشه افکارشون، الان اون دو سه نفر دیگر عوض کنن، خودش بسیار برای من باعث سپاس هستش. اینه که همه ما مسئول هستیم در رابطه با این مسئله که شروع کنیم به اینکه آگاهی پیدا کنیم و یادگیری پیدا کنیم که اصولا ناراحتی های روحی و روانی چی هستش، سلامتی روحی و روانی یعنی چی، ناراحتی روحی و روانی یعنی چی، بیماری روانی یعنی چی. اگر که بخوام یه مقدار خیلی مختصر توضیح بدم در این رابطه، اینه که سلامتی روحی و روانی یعنی این که به عنوان یک انسان من قدرت اینو دارم که بتونم با مشکلات و مصائب زندگی دست و پنجه نرم کنم، نه اینکه مشکلات وجود نداره. اونچه که مسلمه اینه که حقیقت زندگی اینه که مشکلات همیشه وجود خواهد داشت، بالا و پایین رفتنها در زندگی همیشه وجود خواهد داشت، ولی سلامتی روحی و روانی قدرت حل مشکلات، قدرت دیدن روزنه امید، احترام به نفس، مقاومت‌های فکری و جسمی، اینا رو میشه گفت بهش سلامتی‌های روحی و روانی. فرض کنین اگر در یه خانواده خدای نکرده یک تراژدی به وجود بیاد، یک کسی فرض کنین از بین بره، فوت کنه، سلامتی روحی و روانی باعث نمیشه که اون غم از بین بره، سلامتی روحی و روانی باعث نمیشه که اون مسئله از بین بره. سلامتی روحی روانی یعنی اینکه چجوری من با این غم، چجوری با این مشکلاتی که در زندگی به وجود میاره دست و پنجه نرم میکنم، چه راه حلایی براش پیدا میکنم، چطوری میتونم عزاداری رو انجام بدم بدون اینکه عزاداری منو بیمار بکنه. بنابراین سلامتی روحی و روانی این نیستش که انسانی که سالمه از نظر روحی و روانی هیچ مشکلاتی تو زندگی نداره. سلامتی روحی و روانی یعنی چگونگی قدرت‌های داشتن، قدرت این که چگونه با مشکلات روبرو بشیم.
ناراحتی های روحی و روانی و بیماری های روحی و روانی هم توی دوتا مشتقات دیگه میره. یکی از مسائلی که به وجود میاد در انسان که یه مقدار ناراحتی های احساسی، افکاری و روحی به ما میده اینه که اگر فرض کنین یه مشکلی در زندگی برای من به وجود اومده، فرض کنین مثلا یه خانواده‌ای که داره با مسئله طلاق دست و پنجه نرم میکنه، مسلماً این بسیار میتونه سخت باشه روی بچه ها، سخت باشه روی زوجی که دارن از هم جدا میشن، مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی که به وجود میاره، ناراحتی های فکری و روحی و روانی که به وجود میاره، و بنابراین این خانواده حق مسلمشه که از نظر فکری روحی یه مقدار مختل بشه. میتونن افسردگی به وجود بیاد در این خانواده، میتونه پریشانی و استراب افکار به وجود بیاد که همون استرس هستش، افسردگی همون دپرشن هستش، ولی میرن کمک میگیرن و میتونن این مسئله بحرانی رو که در خانواده به وجود اومده به یه نحوی باهاش مقابله بکنن. بنابراین میبینی که یک مشکلی توی خانواده اومده و خانواده و افراد خانواده حق دارن این مشکل بهشون ناراحتی های روحی بده، ناراحتی های افکاری بده، یه مقدار از بالانس درشون بیاره، ولی دارن با این مسئله دست و پنجه نرم میکنن. وکیلی که در این مسئله طلاق داره کمک میکنه، روانکاو هایی که در این مسئله طلاق دارن کمک میکنن، و بعد به قول معروف در زبان انگلیسی میگن راف پچ، یعنی یک توی این جاده زندگی یه حالت پستی و بلندی تو جاده پیدا میشه، حالت خاکی سنگ، و داریم از این رد میشیم با کمک گرفتن. بنابراین همه انسان ها زمانی براشون به وجود میاد که به این مراحل برسن، و بعد با کمک هایی که از متخصصین و دوستان و سپورتشون میگیرن میتونن به یه نحوی از این جاده خاکی عبور کنن و دوباره به جادهی برسن که یه مقدار صافتر هستش. وقتی میرسیم به بیماری های روحی و روانی، مسئله بیماری که به وجود میاد، ممکنه ما داریم با مسئله دیزیز و مسئله ناراحتی و بیماری جسمی، نه تنها فقط روحی، داریم راجبش صحبت میکنیم. بیماری های روحی و روانی میره توی مشتقات بیماری هایی که پزشکی هستش، بیماری هایی که جسمی هستش، بیماری هایی که به عنوان یک دیزیز ما بهش نگاه میکنیم، نه فقط یک ناراحتی موقتی، نه فقط یک مشکل موقتی که باعث یک سری ناراحتی ها شده. بنابراین این از دید متخصصین بهش به عنوان بیمار و یک بیماری نگاه میکنیم. ولی تمام این مشتقاتی که گفتم، چه ناراحتی ها و پریشانی های روحی و روانی موقت و چه بیماری های روحی و روانی موقت، هیچ کدوم باعث این دلیلش این نیستش یا معناش این نیستش که هیچ راهی وجود نداره، راه کمک وجود نداره، بلکه بسیار هم راه های کمک وجود داره، راه های کنترل وجود داره، یکی نوع برخورد همه جانبه با بیماری های روحی و روانی میتونه بسیار به بیمار کمک بکنه و به پیشرفت بیمار در رابطه با پیدا کردن سلامتیش کمک بکنه. اگر که اجازه بدین یه چند دقیقه ما به پیام‌های بازرگانی توجه کنیم. وقتی که برگشتیم من یه مقدار این مسائل رو بازسر می‌کنم. همچنین چند تا سوال از من شده بود، به من ایمیل کردن چند تا سوال در این رابطه، اون سوال‌ها رو هم همینجا جواب میدم. تا چند دقیقه دیگه در خدمتتون هستم. پس از سالها فعالیت و موفقیت آمیز در آمریکا و کانادا، ماجیک تل دفتر خود را در کشور انگلستان افتتاح نمود. از این پس شما می توانید از انگلستان نیز بدون گرفتن پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی با کلیه نقاط دنیا تماس تلفنی برقرار کنید. تماس با ایران از دقیقه 2.5 پنس. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. مکالمه نامحدود تلفنی از
ایران به اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95. تلفن دفتر مرکزی ماجیک تل در انگلستان 0203-608-4800 آمریکا 1-800-267-1350 کانادا 1-866-642-6700 و در روی اینترنت www.magictel.com. ضمناً ماجیک تل در انگلستان نماینده فعال میپذیرد. برای مهاجرت به کشور کانادا مطمئن‌ترین راه اقدام از طریق سازمانی است در قلب تورنتو. سازمان امور مهاجرتی مهرانه طباطبایی با سالها تجربه درخشان در امر مهاجرت ایرانیان از سراسر دنیا به کشور کانادا از طریق سرمایه‌گذاری، تجاری، تخصصی و دانشجویی. مهرانه طباطبایی نام آشنا در مهاجرت به کشور کانادا. سالها تجربه، تخصص و هزاران پرونده موفق ما تضمینی است برای مهاجرت شما از طریق این سازمان. مهرانه طباطبایی نام آشنا در مهاجرت به کشور کانادا. تلفن های تماس 416-490-1331 و فکس شماره 416-490-1295. تورنتو بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهر کانادا است. شهری در حال رشد با اقتصادی شکوفا. تورنتو مکانی امن برای زندگی و سرمایه گذاری. مرزی بشری بروکر املاک از شرکت رویال لپیج با سالها تجربه و دارنده جوایز متعدد با آشنایی کامل به بزرگ شهر تورنتو و شرایط سرمایه گذاری در املاک بهترین انتخاب شماست. تا بهترین محل را برای زندگی و سرمایه گذاری به شما معرفی کند. جهت خرید یا فروش ملک با مرزی بشری بروکر املاک مشورت کنید و مطمئن باشید که منافع شما تضمین می شود. موفقیت مرزی بشری گروه رضایت شماست. 416-889-9233. با سلام مجدد و تشکر از اینکه به برنامه ما توجه میکنید. من داشتم در رابطه با ناراحتی های روحی روانی، بیماری های روحی روانی و طبقه بندی هاشون صحبت میکردم و به طور خیلی خلاصه چیزی رو که گفتیم این بود که در رابطه با ناراحتی های روحی و روانی و بیماری های روحی روانی ما بایستی این دوتا رو از همدیگه متمایز بدونیم و بدونیم که بسیاری از انسان ها میتونن در طول زندگیشون با یک نوع ناراحتی های روحی و روانی مواجه بشن، میتونن افسردگی های موقت داشته باشن، پریشانی افکار موقت داشته باشن و به دلایل مختلفی که به وجود میاد در زندگیشون، مثلا یکی از مسائل بحرانی که میتونه در خانواده به وجود بیاد مثل مسئله طلاق، که بعد با کمک گرفتن از متخصصین میتونن این مسئله بحرانی رو پشت سر بذارن و باز به حالتهای عادی خودشون برگردن. و بعد تمایزش با بیماری روحی و روانی که ما بهش به عنوان بیماری و نگاه میکنیم و به طور طولانی مدت‌تر باید بهش توجه بشه و یک برخورد همه جانبه روانکاوی، رواندرمانی، روانشناسی، پزشکی و تغذیه و سلامتی هولستیک و همه جانبه باید بهش توجه بشه که بتونه درمان پیدا بکنه. اونچه که مسلمه، اونچه که از در واقع یک فکت، یک حقیقت هست اینه که در هر موردی
کمک گرفتن از متخصصین اولین راهیه که میتونه برای برطرف شدن و بهتر شدن و بهبودی این افراد باشه. و اون چیزی رو که من در رابطه در اول برنامه هم صحبت کردم در رابطه با بیماری های روحی روانی، این استیگما و ننگ و شرمی هستش که بهش وصله، که یکی از آرزوهای من اینه که در حداقل در فرهنگ ما این از بین بره که ما ناراحتی بیماری روانی و روحی رو هیچ فرقی نذاریم باش با یک بیماری جسمی، همون گونه که به بیماری قند و به بیماری سرطان توجه میکنیم و براش کمک میگیریم، به بیماری های روانی و روحی هم توجه کنیم و براش کمک بگیریم و بپذیریم که این یک بیماریه و هیچ گونه شرم و ننگی بهش وصل نیست. در اینجا اگر که اجازه بدین میخوام در رابطه با عواملی که میتونه بیماری های روحی و روانی رو به وجود بیاره صحبت کنم. به طور کلی عوامل رو میشه به طور کلی، حالا البته به طور جزئی در طبقه بندی های مختلف میشه گذاشت، ولی به طور کلی در دو طبقه عوامل محیطی و طبقه بعدی عوامل ژنتیکلی و شیمیایی و فیزیکلی میتونیم بذاریم. عوامل محیطی در واقع همونطوری هم که قبلا گفتم همون حقایق زندگی هستش که ما باهاش دست و پنجه نرم میکنیم. عوامل محیطی میتونه عوامل فرهنگی بهش وصل باشه، عوامل سیاسی بهش وصل باشه، عوامل طبیعی بهش وصل باشه. برای مثال اگر که فرض کنید در یک شهری، در یک کشوری یه دفعه یک بحران طبیعی به وجود بیاد مثل زلزله و این آسیب هایی که میرسونه به افراد، از بین بردن خون و زندگی، از بین بردن جان انسان ها، صدمات جانی مالی و بعد دست و پنجه نرم کردن با عواقب این زلزله، معمولا بسیار انسان ها رو توی آسیب میندازه. این بحران و آسیب همه هر دوتا دستشون تو دست هم دیگه است و این ترامایی که از زلزله به وجود میاد میتونه باعث بشه متاسفانه قربانی های اون زلزله بسیار خودشونو ضعیف بدونن در مقابل این اتفاقی که افتاده، پریشانی افکار پیدا کنن، پریشانی روح پیدا کنن، ناراحتی های فکری پیدا کنن، افسردگی پیدا کنن و بعد در رده های بالاتر بتونن بسیار بیمار بشن از لحاظ روحی و روانی. متاسفانه این عوامل محیطی همیشه وجود داره، فقط زلزله و گردباد و طوفان نیست، بلکه میتونه جنگ باشه، میتونه شورش های سیاسی باشه، میتونه مسائلی باشه که در رابطه با ارتش، چیزایی که در رابطه با اسلحه و ارتش و جنگ و خونریزی، افرادی که قربانی هستن بسیار ناراحتی های آسیب و بحران و همون تراما پیدا میکنن، میتونن دیپرس بشن، افسرده بشن، میتونن پریشانی افکار پیدا کنن و خدای نکرده بیماری های طولانی مدت پیدا کنن. و بعد بغیر از این عوامل محیطی که خیلی سنگین هست، عوامل محیطی دیگه مثل فرض کنین طلاق در یک خانواده، مثل فرض کنین از بین رفتن یک رابطه عاشقانه یا یک رابطه دوستی، از دست دادن افراد به خاطر مرگ. و بعد یکی دیگه از بزرگترین مسائل محیطی که ما باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم ایرانی های خارج از کشور، مهاجرته. خود مهاجرت بسیار میتونه روی افراد تاثیر بذاره و ضعف‌های روحی و روانی بهشون بده. بنابراین اینا عوامل محیطی هستش. عوامل فیزیکلی و ژنتیکلی میتونه خیلی چیزها باشه. میتونه تغییرات هورمونی باشه. مثلا فرض کنین نوجوان‌ها، تینیجرها، میبینین که چقدر میتونن سریع عصبانی بشن، حوصله‌شون خیلی کمه، توجهشون خیلی کمه به مسائل، ناراحتی و اینو به خاطر تغییرات هورمونی که درشون به وجود میاد. یا در سنین بالاتر چه در خانم‌ها چه در آقایون تغییرات هورمونی میتونه باعث افسردگی و استراب بشه. و بعد مسائل ژنتیکلی هست، اینکه در تاریخ
زندگی فامیلی یک شخص چقدر مسائل بیماری‌های روانی وجود داشته، آیا جینش یا ژنش رو کسی از این افراد حمل می‌کنه یا نمی‌کنه، و بعد دیگه مثلا فرض کنید یه سری بیماری ها هستش که میتونه ناراحتی های روحی و روانی رو به عنوان مشتقات دومش داشته باشه. مثلا فرض کنیم بیماری قند. بسیاری از افرادی که بیماری قند دارن به خاطر بالا پایین شدن گلوکوز و یا شکر خونشون میتونن حالت های افسردگی از خودشون نشون بدن یا حالت های بسیار انگری و عصبانیت از خودشون نشون بدن. بنابراین اگر که بخوایم یه مروری بکنیم میبینیم که عوامل محیطی و عوامل بیولوژیکلی، فیزیکلی و جسمی میتونه عواملی باشه که ناراحتی های روحی رو ما در شخص یا در خانواده ببینیم. یکی دیگه از عوامل بسیار بسیار سخت ناراحتی های روحی و روانی که میتونه هم محیطی باشه و هم جسمی و فیزیکلی باشه، ناراحتی اعتیاد هستش که مثل داستان این مونه که همیشه سوال میکنن اول مرغ بوده یا تخم مرغ. وقتی کسی مبتلا به بیماری اعتیاد هست همیشه این سوال هستش که آیا اول بیماری روحی وجود داشته بعد اعتیاد، یا آیا اول اعتیاد وجود داشته بعد بیماری روحی. ولی یکی از بزرگترین و سخت‌ترین بیماری‌های هستش که متأسفانه باز هم یکی از بیماری‌های هستش که بسیار استیگما بهش وصل است، ننگ و شرم بهش وصل است و انسان‌ها راجع بهش صحبت نمی‌کنن، که خود این یه مبحث بسیار متفاوت هستش که حالا ان‌شاءالله در یک جلسه دیگه باهاش صحبت می‌کنیم. اگر اجازه بدین من یه سری سوالا برام فرستاده شد از طریق ایمیل که من قول دادم که جوابشو بدم، در رابطه با همین بیماری های روحی بوده. یکی از سوالا اینه که آیا بیماری روانی یک بیماری حقیقیه؟ جوابش هستش که بله، یک بیماری حقیقیه. این بیمار، کسی که بیمار روانی هستش، چون بیماری روحی و روانیه و بیماری جسمی نیست و نمیتونیم ببینیم و لمس کنیم، دلیلش این نیستش که این بیماری واقعی نیست. ولی بیماری های روانی طبقه بندی داره. اگر که یک کسی یک نوع افسردگی مزمن داره، یک افسردگی شدید داره با افسردگی مایلد، اینا طبقه بندی هاش فرق میکنه، درمانش هم فرق میکنه. اگر کسی بیماری دو قطبی یا بایپولار داره، بیماری اسکیزوفرنیا داره، اون یک بیماری کاملا بیماری روانی و روحی حساب میشه که بایستی با روانکاوی، روان درمانی، تغذیه، دوا و درمان، دارو و درمان معالجه بشه. مثل که من یه خط دارم آقای اندرو، فقط خط رو این دکمه رو فشار بدم میتونم صحبت کنم؟ الو بفرمایید. سلام، خستم. متشکرم، بفرمایید. راجب من یه سوال داشتم. من مادرم سیزوفرمی، نوبتی سیزوفرمی داره. بله. یه حدود 3 سال اینجوریه. این هر چی داره که بهش میدیم اثر نمی کنه. شب خوب نمی خوابه، زیاد با خودش صحبت میکنه. این مثلا به چه دکتری باید ببریمش که مثلا تأثیر کنه داروهاش؟ شما کجا زندگی میکنین؟ ما در ایران. شما در ایران هستین. ناراحتی اسکیزوفرنیا یکی از بیماری های بسیار سخت در بیماری های روحی روانی متاسفانه، و اگر که میگین ایشون 30 ساله این بیماری داشتن، خب بیماری بسیار کهنه هستش. یکی از عوامل بیماری همون نخوابیدن هستش، شک و شبهه داشتن، با خودشون صحبت کردن هستش. اگر که دوایی که بهشون دارین میدین کمکشون نمیکنه، باید برید دکترتون رو دوباره ببینید. دکتری رو که باید ببینید که دارو بده روانپزشک هست. روانپزشک دکتری هستش که اجازه داره که دارو بنویسه. روانشناس نمیتونه دارو بنویسه. روانشناس فقط میتونه رواندرمانی بکنه. اینه که میدونم خیلی سخت هست،
میدونم آسون نیستش که نگهداری کردن از فردی که ناراحتی اسکیزوفرنیا داره، ولی اگر که داروی درست تجویز بشه، مرتب این ایشون آزمایش خون بگیره، ببینن داروها چجوری مناسباتش و میزانهاش چجوریه در میزان خونشون، و دارو رو یه مقدار، شاید مقدار دارو کم و زیاد باید بشه، تنها راهش همینه. متاسفانه اسکیزوفرنیا یکی از بیماری‌هایی که دارو درمانی خیلی باید بشه. اگر که فکر می‌کنید که دارو روش کار نمی‌کنه، دکتری رو که دارید می‌بینید، روانپزشکی رو که دارید می‌بینید، دوباره برید به ایشون مراجعه کنید و علائم مادرتون رو بگین. بگین مثلا در طی ماه گذشته خوابش کم شده، با خودش بیشتر حرف می‌زنه، که دکتر بتونه متوجه بشه که تاثیرات دارو چقدر کم و زیاد هستش. بعد دکترش مراجعه کنید. 100% باید دوباره به دکتر مراجعه کنید و بهشون بگین که چه مواردی رو مادر دارن بروز میدن از خودشون. حتما به دکترتون مراجعه کنید. خیلی ممنون که زنگ زدید. موفق باشین. با تشکر از ایشون که زنگ زدن. دو سه تا سوال دیگه بود، ولی آقای اندرو کارگردان عزیز به من گفتن که وقتمون تموم شده. با تشکر از ایشون و زحماتی که میکشن، از همچنین تشکر از آقای میرچی مدیر برنامه، و با تشکر از توجه شما، تا هفته آینده همه رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.